بالاخره عید فطر دوشنبه میشه یا سه شنبه، ماه رمضان 30 روزه است یا 29 روزه. با ما تو این ویدیو همراه باشید، صحبت‌های یکی از کارشناسان نجوم و عضو ستاد استقلال رو با هم میشنویم و بررسی میکنیم کشورهای دیگه عید فطرشون به چه شکلی بوده. با ما تا پایان این ویدیو همراه باشید. برای اینکه ویدیوهای بعدی رو هم از دست ندید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. سلام رفقا، به کانال خودتون کانال زرد تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. عمران مرادی یکی از پژوهشگران نجوم در گفتگویی که انجام داده با بیان اینکه در روز یک شنبه 11 اردیبهشت هلال بحرانی روبرو هستیم، یعنی با توجه به شرایط جوی و بارندگی و ابری بودن هوا احتمالاً کلاً ماهو نمیتونن با چشم عادی ببینن، واسه همینم احتمال رویت هلال ماه در این روز وجود دارد، اما برای رصد آن به ابزار متخصصان بسیار نیاز است و در صورتی که هلال ماه در این روز مشاهده شود ماه رمضان 29 روزه خواهد بود. اون همچنین افزود هلال بحرانی با چشم غیر مسلح قابل رویت نیست، یعنی با همین چشم عادی و بدون اینکه عینک یا تلسکوپ یا دوربینی استفاده بکنید، و چون هلال بحرانی هستش نیازمند ابزار رصدی هست. بنابراین در روز یک شنبه هلال ماه وجود داره، اما رویت اون بسیار سخته و تنها با استفاده از ابزار رصدی و با کمک متخصصان در شرایط جوی مناسب امکان پذیر است. و با توجه به اینکه توی شرایط هلال بحرانی تایم کمی میتونیم هلال ماه رو مشاهده بکنیم، باید این هلال ماه با ابزار خیلی دقیقی توی شرایط جوی مناسب رصد بشه. درباره روز عید فطر ایشون گفتن که اگه در روز یکشنبه با چشم مسلح بتوان هلال ماه را مشاهده کرد، بنابر نظر فقهایی که رویت با تلسکوپ را مجاز می‌دانند، دوشنبه 12 اردیبهشت عید فطر است. البته هلال ماه در شامگاه دوشنبه 12 اردیبهشت با چشم غیر مسلح هم قابل مشاهده است. الان در حال حاضر 14 تا کشور دوشنبه رو عید فطر اعلام کردن که احتمال زیاد ایران هم دوشنبه عید فطرش باشه. جالب بدونید که از شرق و غرب و شمال و جنوب و همه سمت‌های کشورمون کشورهایی بودن که روز یک شنبه رو عید اعلام کردن. کشورهایی مثل عربستان، مصر، امارات، کویت، اهل سنت عراق، قطر، لیبی، سودان، بحرین، سوریه، فلسطین، لبنان و ترکیه روز یک شنبه رو عید فطر اعلام کردن. خب رفقا، امیدوارم نماز روزهاتون قبول باشه و تعطیلات عید فطر حسابی بهتون خوش بگذره. ممنون از همراهیتون با این ویدیو، لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموش نشه. همیشه شاد و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوها رو هم تماشا بکنید.